پارلمان انگلستان، کمیته امور خارجی، اقدامات حقوق بشری وزارت خارجه. تاریخ انتشار 4 نوامبر 2013. وزارت خارجه باید پرونده حقوق بشر رژیم ایران را به شورای امنیت ملل متحد ارجاع دهد. اکثریت نمایندگان پارلمان بریتانیا و اعضای مجلس اعیان حمایت خود را از شورای ملی مقاومت ایران اعلام کردند و از سازمان ملل خواهان تضمین امنیت 3200 تن از مجاهدین در کمپ لیبرتی شدند. مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب مقاومت ایران: سازمان ملل و غرب باید با ارجاع پرونده نقض حقوق بشر رژیم ایران به شورای امنیت، خامنه ای را به خاطر جنایت علیه بشریت تحت پیگرد قانونی قرار دهد. کمیته امور خارجی مجلس عوام: اقدامات حقوق بشری وزارت خارجه، شواهد و اسناد مکتوب، 4 نوامبر 2013. کمیته پارلمانی بریتانیایی برای آزادی ایران، متشکل از همه گروه‌های پارلمانی، همچنان به طور فعال وضعیت حقوق بشر در ایران و وضعیتی را که چند هزار عضو جنبش اپوزیسیون اصلی ایران که در حال حاضر با نقض حقوق بشر در عراق مواجه هستند دنبال می کند. در ایران 120 هزار زندانی سیاسی توسط رژیم کنونی اعدام شدند. 30 هزار تن از زندانیان سیاسی ظرف چند ماه در سال 1988 1367 قتل عام شدند. صدها هزار تن به دلایل سیاسی زندانی و شکنجه شدند. بنابراین جامعه بین المللی باید تمامی روابط تجاریش را با رژیم ایران به توقف اعدام ها و نقض حقوق بشر در این کشور مشروط کند. وزارت خارجه باید پرونده حقوق بشر رژیم ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهد و باید عاملان جنایات علیه حقوق بشر در ایران به دادگاه جنایی بین المللی سپرده شوند. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران، روند وحشیانه و بیوقفه اعدامهای خودسرانه را به عنوان نشانه ای از ضعف و پریشانی رژیم و ترسش از تشدید قیامهای مردمی توصیف کرد و گفت: ملاهای حاکم از سکوت سازمان ملل متحد و مماشات دولت‌های غربی سوء استفاده کرده و به تشدید این قتل‌ها پرداختند. به جای چنین موضع شرم‌آوری، سازمان ملل و غرب باید پرونده حقوق بشر رژیم ایران را به شورای امنیت ارجاع داده و خامنه ای را تحت پیگرد قانونی برای ادامه جنایت علیه بشریت قرار دهد. اکثریت نمایندگان پارلمان بریتانیا و اعضای مجلس اعیان حمایت خود را از شورای ملی مقاومت ایران اعلام کردند و سازمان ملل متحد خواهان تضمین امنیت 3200 تن از مجاهدین خلق در کمپ لیبرتی شدند. قانونگذاران گفتند: ما قویاً از طرح 10 ماده‌ای ارائه شده توسط خانم مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت، حمایت می‌کنیم و دولت بریتانیا را نیز به انجام این کار تشویق می‌کنیم. در بخش دیگری از سند ضمیمه گزارش کمیته خارجی پارلمان انگلستان، با اشاره به حملات جنایتکارانه و موشکی علیه مجاهدان لیبرتی خاطر نشان شده است: نخست وزیری عراق به نیروهای عراقی دستور داده بود حتی از انتقال مجروحان به بیمارستان جلوگیری شود و ساکنان دسترسی آزادانه به خدمات پزشکی ندارند.
این گزارش به قصد عراق برای مصادره اموال مجاهدین در اشرف اشاره می کند و می نویسد عراق حتی از انتقال جلیقه و کلاه خودهای حفاظتی ساکنان از اشرف به لیبرتی جلوگیری می کند.